نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی روز یک شنبه 17 ذیقعده سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با فضیلت وضو هنگام زیارت فرمودند داشتن وضو برای زیارت واجب نیست اما مستحب است و سبب زیارت را بیشتر خواهد کرد معظم الله در رابطه با کیفیت زیارت معصومین علیهم السلام فرمودند از روایات استفاده می شود که در انجام مستحبات توسعه در مکان و زمان و شرایط وجود دارد لذا زیارت امیر و امام حسین و بقیه ائمه اطال علیهم از دور و نزدیک در همان زمان یا وقت دیگر هیچ اشکال ندارد ایشان در رابطه با مقام والای برخی از غیر فرمودند تمامی صفاتی که مثلا برای حضرت زینب سلام و علیها ذکر شده مقام آن حضرت را بیان می کنند اما دلیل داریم که اسمت کبرا مخصوص چهارده نفر است و از از زینب در مرتبه ای پس از اسمت کبرا قرار دارند و به همین صورت بزرگوارانی همچون حضرت علی اکبر و حضرت اول فضل عباس در مرتبه های بعد هستند آیت الله شیرازی در رابطه نماز زیارت فرمودند نمازی که تحت عنوان نماز زیارت پس از اعمال زیارت وارد شده اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد اما فقط برای حضرت اول فضل عباس علیه السلام نیز نماز زیارت وارد شده است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم غیر المعصومین صلاة ماکو الا لعب عباس علیه السلام إذا يصلي مثل فاطمة المعصومة بعد الزيارة يصلي هدية لها مو بعنوان صلاة الزيارة لا مو واردة في الروايات يوارد في الرواية نعم لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله لزما سی صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و, و دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه ما حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس یک و بیننده نشست علمی باشید